با سلام و درود، در این قسمت قصد داریم زندگی نامه و بیوگرافی گندلات ایران به نام وحید مرادی رو خدمت حضورتون تقدیم کنیم. چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیه که ویدیو رو لایک کنید. در ادامه با افس تی وی همراه باشید. داداش ما با ایشگی آشتی نریم، دعوا نمیکنیم که بخوام آشتی بکنیم. هانی هم داداش منه، بس بزرگی نیست. به کسی هم چشم نمیگم، من به هیچ خدایی چشم نمیگم، به پدرم هم چشم نمیگم، ولی من دعوا میکنم. گفتم گذشتم نمیکنم، من دعوا میکنم. من تک اینا همه، من دعوا میکنم. داشتم ناموسی نمیدونم. ببین من دعوایی ام، من جنگی ام، من دعوا میکنم. خب به هیچ کی هم چشم نمیگم. فیلمی من ندارید بگید آقا وحید آشتی کرده. وحید مرادی کیست؟ قدرت نمایی هایش در اینستاگرام، خالکوبی های عجیب روی بدنش، 14 بار حبس و چندین سال درگیری های خونین سرانجام او رو به یک قاتل تبدیل کرد. گندلاتی که از 17 سال پیش تا الان سلاح به دست با قلدری در محله های مختلف تهران و کرج قدرت نمایی می کرد و به خاطر فیلم قلدری هایش به شاخ اینستا تبدیل شده بود. همه او را به اسم عقاب ایران میشناختند، کشتیگیری که همیشه به خاطر ناموس و دوستاش دعوا میکرد. کسی جرأت نداشت به خانواده و نزدیکاش نگاه چپ بندازن، اما در آخر هم قاتل صمیمیترین و عزیزترین دوستش شد. اما ماجرا چیه؟ چند روز پیش در یک مهمانی مجلل که دوستش برای آزادیش در پنت هاوس یک برج در ورنجک تهران به پا کرده بود، درگیری خونینی راه افتاد. در حال گرفتن لایو اینستاگرام بودند که درگیری ایجاد شد. وحید دوستش رو کشت و 2 نفر دیگر رو هم مجروح کرد. حالا دستبند به دست در پلیس آگاهی تهران ایستاده و صورت او پر از جای قعمه و چاقوه و خالکوبی های عجیبی روی بدنش حک کرده. خالکوبی هایی مثل بکش تا زنده بمانی، مردشور منو تمیز و آرام بشور. اما بریم سراغ مصاحبه وحید مرادی با خبرنگاران. او گفته 34 سال سن داره و 5 سالی میشه که ازدواج کرده و یک پسر بچه 4 ساله داره. وحید مرادی قبلا 14 بار دستگیر شده بود و این بار 15مه که به جرم قتل دوستش به زندان میره. او گفته من هیچ خلافی در زندگیم نکردم به جز دعوا و درگیری. همیشه هم به خاطر درگیری و دعوا و حمل سلاح درگیر شدم. نه سارقم، نه کلاهبردار و نه زورگیر. روی مسئله ناموس هم خیلی حساسم. برای همین اصلا مزاحم نوامیس مردم نمیشدم. از او پرسیده شده گویا در اینستاگرام هم معروفه و ایشون جواب داده قبلا در پیج هایی که داشتم فیلمام رو منتشر می کردم. البته بیشتر دوستام این فیلم ها رو در پیجم می ذاشتن، اما چند وقت پیش پلیس امنیت مرا بازداشت کرد. به خاطر همین فیلم ها تعهد دادم و آزاد شدم. بعد از اون دیگر هیچ فیلمی از خودم در اینستاگرام منتشر نکردم. از وحید مرادی پرسیده شده اولین بار چه زمانی دعوا کردی و دستگیر شدی و ایشون جواب داده سال 80 بود و من 18 سال داشتم. به خاطر دوستام وارد یک درگیری شدم و یک نفر رو مجروح کردم. اولین بار همان زمان بود که دستگیر شدم. آیا همسرت هم در جریان کارهایی که می کردی بود؟ بله، می دانست. من خیلی معروف بودم. همه به من می گفتن عقاب ایران. آیا اون مشکلی با این قضیه نداشت؟ نه. همسرم همیشه میدونست که من مرد با معرفت و ناموس پرستی هستم. میدونست به خاطر این مسائله که دعوا میکنم. برای همین مشکلی با این مسئله نداشت. چطور با او آشنا شدی؟ من عاشق همسرم شدم و چندین بار به خواستگاریش رفتم تا در نهایت با او ازدواج کردم. او درباره ماجرای قتل گفته 2 ماهی بود که از زندان آزاد شده بودم. حسین وقتی فهمید آزاد شدم با من تماس گرفت و من رو به خونش دعوت کرد. وقتی رفتم 2-3 نفر دیگه از دوستامونم اونجا بودن. اونها مشروب میخوردن و من هم مشروب خوردم. بعد از اون حسین شروع کرد به فیلم گرفتن و میگفت دارد لایو اینستا میگیرد. او گفته حسین از من خواست تا جلوی دوربین صحبت کنم، ولی من که گفتم به خاطر تعهدم نمیخوام از من فیلم بگیره. اون ناگهان فوش ناموس داد. من هم روی این مسئله حساسم. با هم درگیر شدیم و او و 2 نفر دیگر رو با چاقو زدم. او در ادامه گفته بلافاصله به خونه در کرج رفتم و به همسرم ماجرا رو گفتم. وسایلم رو برداشتم و فرار کردم. در مرز باکو بودم که ماموران مرا دستگیر کردند.
او گفته آخرین بار هم به خاطر درگیری در زندان بودم. من هر بار که میخواستم دستگیر بشم چون تسلیم نمیشدم با شلیک گلوله گیر میافتادم. پاهام 18 تا تیر خورده. درست نمیتونم راه برم. گاهی وقتا با عصا راه میرم. در ادامه گفته یک سالی میشده که مشروب خوردن رو ترک کرده بوده و هیچ وقت اعتیاد نداشته. وحید مرادی فقط یه خواهر داشته که اونم به خاطر یه بیماری جان خودش رو از دست داده و در مورد منبع درآمدش گفته من کشتیگیرم، چندین فن خوب کشتی بلدم که در باشگاه اونها رو آموزش میدم، داروهای بدنسازی هم میفروختم و منبع درآمدم فقط همین بود و گفته در کشتی یک بار مدال جوانان ایران رو دریافت کرده. همراهان گرامی، آیا شما اطلاعات بیشتری درباره این ماجرا دارید؟ حتما همراه با نظراتتون توی کامنت ها برای من بنویسید.